فایت ترانزیشن کاری چی دوست داری بهت بگم من استقلالی نظر در مورد یوتیوب فارسی چیه فقط بعد مسخره بازی در میرفتم ریفرش می کامنت ها داره پاک میشه واقعا تو چه فکر میکنی این آرایشا رو می بیت کوین ها رو گم کردم ولی برای نگه چرا اینا رو زنگ در خورد بابام باشه داره یادمون میرفت غذا بخوریم چه چیزی بیشتر باعث میشه که استرس بگیری من بگم خزال حال میکنه تو اشتباه میکنی تو بگم دندگی منو سیاه کرد وقتی که میدونی مریضی مریض سر میشی لشه لشه اینجوری هست مثلا چشا انقدر شده ابروها انقدر لپا انقدر انرژی هسته خونده داریم مغز من رو به کار میندازی الان سلام علیکم خوش اومدیم به قسمت جدید رول امیدوارم که مثل همیشه تنتون سالم باشه جیباتونم پر از پول نمیدونم دیگه قسمت چندومه نمیخوام دیگه شمارش بندازم اینجوری کنتور بندازه اندازه براتون میخوام که همینجوری ادامه بدیم بریم دیگه تا هر کجا که میخواد بره امروز مهمونه و حال داریم مارال پیرشیان. سلام چطوری بچه ها حالتون چطور؟ من گفتم <تصفح> اول ویدیو نمیتونم اصلا جدی باشم منتظر بودم فقط شروع کنم حرف زدن <تصفح> خیلی انرژی بالایی داره یعنی قبلش هم حالا بیهیند سین میذارم خیلی انرژی بالایی داره قراره با هم یه گپ بزنیم ببینیم که چه خبره سلام چطوری سیلام سیلام <تصفح> چطوری همه چی خوبه عالیه فوق العاده همه چی خوبه عالی هیچ مشکلی نیست همه چی عالی پرفکت هیچ آره میخوام از اینجا شروع کنم که به خودت میگی یا میگن کوین اف پرشین ترانزیشن چرا از کجا اومده من خودم گذاشتم به خاطر اینکه من فکر میکنم اولین کسی بودم که ویدیوهای ترنزیشنی یعنی مچکاتی میکاپ اینا میگرفتم یعنی اون موقع که من میگرفتم فقط اینفلوئنسرای خارجی این کارو میکردم قشنگ یادمه یه یعنی تایم قفلی زده بودم به علی گفتم که علی مثلا من دارم می‌خوام اینجوری بگم اما بلد نیستم با گوشی می‌گرفتم اون ویدیوهای احوال هم خیلی داغونه حالا ولی میفرستم واسه بذار شما ببینم <تص> اولین ویدیو مثلا خیلی هم بد گرفتم بعد میکاپ های رنگی هم اون موقع هیچ کی نمیزد یعنی اینجوری بود که مثلا من آرش های رنگ رنگی رنگی میزدم بعد مثلا میمونم به میگفتن دوستان میگفتن اصلا چه فکر میکنی میکاپ رنگی میزنی <تص> مشتری میاد به تو میگی مثلا سایه صورتی بزن ابروهای من بنفش کن فلان کن خلاصه من این کار رو میکردم به خاطر اینکه دوست داشتم یعنی صرفا اینجوری نبودم که من میکاپ آرتیست من مشتری بگیرم از رو عشق این کارو میکردم یعنی اه, ترانزیشنر رو بیشتر دوست داشتی یا میکاپ رو جفتشو خب یعنی جفتشو با هم میکس کردم میکاپ شروع کرده بودم به دوست داشتم سبکم یه ذره مثلا متفاوت کنم برم مثلا تو سبک میکاپ آرتیست هایی مثلا خارجی مثلا جیمز چارلز اینا مثلا خیلی کاری عجیب غریب میکردن به من خیلی عشقشو داشتم میگفتم که من باید این کار رو انجام بدم بعد انجام دادم و اینا خلاصه بعد از یه تایمی من پیجم رو بستم اون تایمی هم که شروع کرده بودم به گرفتن این ویدیوها خیلی پیجم ترکید چرا بستی پیجو؟ دیگه حالا سری که هم شما میدونی شما می دونی هم میدونی همین میدونم پیجم یه سال دی اکتیب کردم بعد تو این یه سال قشنگ دیدم که اکسپلورم پر شده بود از این که مثلا همه میکاپ آرتیز و رو شروع میکردن از این ویدیو درست میکردن دمشونم گرم خیلی خفن درست میکردن که دیگه از اونجا شد دیگه کلا میدم همه دارن درست من های رنگی میزنن رنگی رنگی کهکشانی رنگین کمونی فلان بعد همه هم می که من اولین نفر بودم یعنی همه میکاپ آرتیستا ها و اینا همه میدونستن حتی اون کسایی هم که مثلا اون اوایل من مسخره میکردم مثلا میمونم به میگفتن علنا مثلا می گفتن واقعا تو چه فکر میکنی این آرایش ها رو میزنی؟ سند یارو میاد به تو به مشتری میاد به تو میگه من آرایش رنگی کن در که هم مشتریم هم همینجوری بودن یعنی مشتری داشتم تولدش بود اومد من گفت موجای منو رنگین کمونی کن بعد من گفتم بابا این عکسه نکنین کارو شاید تولد گن نزن تو صورتت خیلی چیزی که فکر میکنی کن. نمیشه اصلا فقط عکس خلاصه که بعد از یه سال که پیجمو باز کردم دیگه مجبور شدم که یه سبک جدید دوباره بیارم چون دیگه همه میگرفتن این ویدیوها رو گفتم بعد یه کاری کنم دوباره جدید باشه یه تکونی بدم و سر همین دیگه الان این شدم الان... البته که الان خیلی هم پیگیری نمیکنم. یعنی اون چیزی که باید باشه هنوز نیست الان در از دوست داری به تو بگم مثلا میکاپ آرتیستی یا اینفلوئنسری یا ترانزیشن کاری چی دوست داری بهت بگم م... از کجا قشنگ بشناسنت ویدیوهای های ترانزیشنی <laughs> ولی درآمدی کدوم حتی میتونم بگم یوتیوبر چون یوتیوبر هم هستی دیگه ببین درآمدی که بخوای حساب کنی ویدیوهای یوتوب. آره این خیلی بیشتر بهت میده اگه خوب فعالیت کنی اما خب نه واقعا نمیتونم اینجوری بگم یوتیوب هم خیلی میده یعنی یه تایمی جفتش یربیره یه تایم یوتیوب بیشتره ولی این... برگردی عقب مثلا بگن که سه تا گزینه داری میکاپ یوتیوب, میک آب, یوتیوب, یوتیوب. واقعا یوتیوب رو ببین واقعا اگه بر... من وقتی اومدم استانبول یوتیوب هم صفر چسبیدم چون مجبور شدم ولی اگه برمیگشتم به عقب قطعا دو سال قبل از اینکه بیام استانبول یوتیوب رو شروع می‌کردم سوال هاشمی درآمد چقدر از یوتیوب نمیگی زیاد هست اوکی اونقدی هست که تو زندگی ما به چرخونم باش خیلی این سوالی که خیلی جواب نمیدن اصلا نیازم نیست جواب بدی یعنی این نیست که حالا من میپرسم ولی ایچیه. اصلا هیچکس کس نباید از درآمد یک نفر دیگه باخبر باشه ولی خب میتونی به آقا بالای هزار پایین با هزار بالای هزار ولی یوتیوب اینجوری نیست که درآمد ثابت باشه هر ماه بیره بالا بالا آره دیگه هر چقدر بیشتر کار کنی بیشتر آره، پول آره یعنی هر چقدر دیلی ویدیو آپلود بکنی هر چقدر ویو بیشتری بگیری کلا پول بیشتری می‌تونی در بیاری ویو بیشتر باشه پولم بیشتره دیگه من به علی گفته بودم داریم میان چیزی تو ذهنتون باشه که برگشتین گفتین علی دمه رسیدن گفته شده دقیقاً دمه در خونه بهم گفت <تصفح> اب نداره آقا علی خودت هم اینجا میشینی نظر در مورد یوتیوب فارسی چیه حالا مسیری که توش هستی خودت سختی حالا هر چیزی که خودت فکر میکنی که درست بگی حالا به کسایی که میخوام وارد یوتیوب بشن یا خود من مثلا خب اومدم توی یوتیوب یادم یه شب برگشتی گفتی که بابا ول کنین <تصفح> کانتن... و با کار نکن ببین کانتنت کانتنت یوتیوب و اینستا فارسی این طوریه که فقط بعد مسخره بازی در یعنی یه تایمی مثلا من یه چنل میکاپ داشتم علی یه چنل جدا چیزی داشت مثلا آموزش ادیت و فلان و اینا آن باکس و ویدیوهای حرفه‌ای درست می‌کردن ببین واقعا ویو نمی‌خورد بعد خیلی ویدیو میذاشیم مثلا من فکر کنم 100 تا ویدیو میکاپ گذاشتم علی که خیلی زیاد اما اصلا اون ویوی که باید میخورد و نمیخورد اما مثلا یه یوتیوبر خارجی مثلا یه ویدیو آنباکس مثلا یه دوربین میذاره مثلا میبینی سه میلیون پنج میلیون ویو میخورد خب هیچ ایرانی همچین ویوی نمیخوره سر یه ویدیو آنباکس دوربین در صورتی که شاید چیز خیلی مهم باشه اما اهمیتی نمیدن به خاطر اینه که خب تعداد آدمایی که الان توی یوتیوب هستن مثلا دارم یه عددی بخوایم بگیم بگیم یک میلیون نفر مثلاً تو ور مثلا ده میلیارد نفر هست تو زبان های خارجی انگلیسی آره، هر زبان هست. و کسایی که اینور هستن بیشتر خب بیشتر موضوعات سرگرمی انترتین مثلا دوست دارن گوش بدن یا ببینن به خاطر همینه که فکر میکنم ویو های آموزشی پایینه علی آقا ویو های کلا نه من که اصلا گفتم ولش کن یعنی اینجوری هم که مثلا میگم با گوشی ویدیو بگیریم مثلا دوربین رو ول کن ببین راحت من خودم اوایل برمی داشتم میرفتم دوربین ستاپ میکردم برای خودم ستاپ عجیب غریب کالر گرید میکردم الان آن. یه مقدار سبکتر شدم با گوپرو رو میرم بعد معمولا ویورای یوتیوب حالا قبلا الان که یه ذره بهتر شده قبلا خیلی بیشتر سنشون کم بود ویورای یوتیوب مه. بعد خب اونا ویدیوهای فان و سرگرم کننده و اینا بیشتر دوست داشتن اکثر ویوورا سنشون کم بود اما الان هم اونا بزرگ شدن اون بچه ها بزرگ شدن همین که قشر سمبال های جامعه اومدن تو یوتیوب ام. از اون ما این مشکلی که داریم مشکل اساسی تو یوتیوبه ویو های یوتیوب مثلا میگم اگه من یه ویدیو میذارم مثلا میگم سی کا کا ویو میخوره در واقع اون ویدیو مثلا 140 کا ویو خورده یوتیوب پاک میکنه به خاطر الان فکر میکنه باته یا آره و وی پی ان اینجور چیزا که شده میبینم اینو به چشم میبینم که پاک میکنه مثلا یه بار ویدیو گذاشتیم بعد همینجوری تو گوشی بودم دیدم که ناتیفیکیشن همینجوری داره کامنت میاد بعد میرفتم ریفرش میکردم کامنت ها داره پاک میشه بیش... حالا چیزم هم همینجوری دیگه سابسکرایبر هم همینجوری دقیقاً هی میریزه این مشکل هست واقعا سر این خیلی یوتیوب رو واقعا اذیت میشن بعد اگه بخوای از سختیاش بگی سختیش که ب... واقعا میتونم بگم سخته سختیش هم فقط اینه که ذره زمان میبره همین زمان میبره و واقعا زحمت زیادی داره بعد چون یوتیوب ویدیو طولانی باید درست کنه مثلا این یه ریلز 15 ثانیه ایه کلا تو یه ساعت شد نیم ساعت هم جمعش میکنی اما یوتیوب نه مثلا بعد یه کانتنتی درست کنی که هم خوششون بیاد هم ویدیو طولانی باشه همین که ادیتش زمان میبره حالا خب از جایی بعد که به درآمدزایی برسه میری به ادیتور ادیت میکنه اما همین زمان میبره بعد هی بعد بشینی ایده پیدا کنی امروز چی بگیریم فردا چی بگیریم بعد یوتیوب چیزی که دارین که باید توی روز یه روزی که مثلا مثلا میگم سه شنبه و یه شنبه من ویدیو میذارم تو بعد همیشه یه شنبه و سه شنبه ویدیو بذاری حتی ساعت ساعت سه که میذاری باید همیشه ساعت سه بذاری این ور, اون ور که بشه کلا رنگ ها اصلا کلا چنل قاطی پاتی میشه به هم میریزه این چیزا رو داره بعد مثلا اینستا این طوریه تو یه, اه... یه پست میذاری بعد دیگه نمیذاری حالا تا یه روزی که دوباره حال داشته باشی پاشی بگیری اما یوتیوب اینطوری نیست مثل این میمونه که یه شرکت تو کارمند اون شرکتی باید تو یه روز و یه ساعت دقیق تو ویدیو بذاری <تصفح> آره مثل یه مثل من... اپیزود میشه که برنامه تلویزیونی از دقیقا. هر هفته باید بیاد دقیقا همون هفته باید بذاریش تو همون ساعت همون روز همون که باعث بشه که این تداومه رو یوتیوب متوجه بشه از یه جایی بهت بگه که آره تو داری کار میکنی منم بهت حال میدم در دقیقا غیر اون صورت طبعا. اگه ولش میکنی ولت میکنه رو هوا بعد یه چیزی دیگه هم که هست انقدر تایم تو یوتیوب که از یه جایی بعد دیگه شغلی که مثلا داری و میذاری کنار آره اصلا برای من مثلا تو یوتیوب میان میگن که خب آقای خود توی واسه خودت تو کار میکنه آره درسته ولی واقعا بعضی وقتا زمانی که واسه خود اون یوتیوب میذاری همین الان همین پادکست رو میخوام مثال بزنم آره. از گرفتنش تا ادیتش تا خروجیش تا آپلودش همه چی نور و فلان زمان بره آره. تازه ماهایی که من خودم ویدیوگرافرم کارگردان و عکاسیم علی هم همینجوری یا بلدیم دیگه ببین آره. حالا اونی که بلد نیست ببین چی میکشه میخواد یه چیزی تولید بکنه اصلا فکر نکنین که یه کار خیلی راحتیه ولی باید استارتش بزنی که بیفتی داخلش و ادامهش بدی مطمئن باش که به اون چیزی که میخوای میرسی اون که صد درصد میگم که زمان میبره اما وقتی برسی بهش مثلا شاید یک سالم زمان ببره ها هم. یک سال مثلا شاید زمان ببره تا به اون درآمدزایی برسی اما وقتی که میرسی مثلا اولین حقوقی که یوتیوب بهت میده حالا به قول خودمون حقوق میگیری مثلا یه حال میکنیم میگه که خب پس یه کاری کنم ماه دیگه این بیشتر شه دقیقا بهت حال میده اون پول اولیه دقیقا و دوباره هی اینجوری هی من باید یه کاری کنم این بیشتر شه بعد یه یه ماه مثلا میرسه آرپیه میاد پایین میزنم سر خودت ماه قبلش تو سنت یه پولی دروردی ماه بعد آرپیه میاد پایین یه تو نصف میشه یه واقعا مغز منفجر میشه حالا کسایی که نمیدن آر بر... برای هر هزار بازی دو میان آر پی مثلا یه رقمی و مثلا آره. 3 دلار 4 دلار 2 دلار 1 دلار پرداخت میکنه یوتیوب که اون میان آر پی ام یعنی نمیشه یعنی حرفت اینو میرسونه که نمیشه حساب کرد روی رقم ثابتی شاید یک ماهی مثلا 1000 دلار در بیاری شاید یک ماهی 500 دلار در بیاری بينزب... اصلا ثابت نیست یوتیوب یعنی باید رو پول حساب نکنیم به اینکه دیگه هر ماه 1000 دلار قرار بیاد و ادامه بدیم بریم جلو ولی من گفتم که چون اومدیم ترکیه مثلا خیلی مجبور شدم و اینا دیگه خیلی صف چسبیدم بهش اون موقع فکر کنم سه کا بودم اومدیم استانبول دقیقا هم یک ساله دیلی دو ماه ویدیو گذاشتم توی اون دیلی چنل هم ترکید یعنی واقعا پدرم در اومد یعنی یه تایمی بود که مریض شدیم انقدر که نمیرسینه به خودمون یادمون میرفت غذا بخوریم مم. بعد اصلا مریض شدیم دیگه مامانم اینا اومدن اینجا که اصلا دیگه نمیتونستیم به خودمون برسیم یعنی خیلی دیگه وقتمون رو گرفته بود ما یه وقتایی مثلا از صبح پا میشدیم شدیم مثلا نو صبح پا میشدیم ویدیو میگرفتیم تا یک دو شب بعد مثلا تازه یک مثلا میگفتیم علی ما مثلا غذا نخوردیم اینجوری بود بعد مجبور بشی میکنی دیگه مجبور بشی از زیر سنگم که در, در خب به نظرت حق کی تو این یوتیوب خورده شده اگه بخوای دو نفر اسم ببری کم دیده شدن کمتر دیده شدن نمیدونم چه سوال سختی پرسیدین خیلی سخت بود اینو واقعا بذاری این چرا شکستی هوی سندلی شکست دقیقا اینجوری شد <applause> خب. سر کن تعمال کجا پاشی اون خب داشتی میگفتی؟ ببین یکی که واقعا حالا نمیخوام الکی مثلا بگم چون رفیقم این فلان اینا ولی واقعا حق تو خورده شده خب چون خیلی ویدیوهای با <applause> کیفیت درست میکنیم و واقعا حقیقتا که خیلی بیشتر از اینا اصلا ویو بخوری خیلی زیاد میگم دیگه همیشه بله میگم میگم مثلا کافیه ما سن انگلیسی صحبت کنیم مثلا ایران نباشیم اینقدر ویو میره بالا هر کانتنتی بسازیم مشکل ما همینه دیگه مشکل ما اینه که خب یکی دیگه یکی دیگه میتونم خودم رو سال بچه ها بچا خود مارال علی هم خود پیج علی هم همینجوری علی یعنی خب ریاکت می روی موزیک ویدیوها و حالا کارهای دیگه ای که مثل آنباکسینگ و این داستان رو قدیم انجام میداد علی هم چون سر در میاره از کار ویدیو هلو. با نمیدونم نور و این داستان همیشه ویدیوهای با کیفیتی داده محمود هم دیده نشه شما خودتون دیدین یه طرف یه گوشی داره میگیره می همینجوری صدا بعد سال 2024 مثل این که اصلا میکروفون تا حالا ندیده طرف دقیقا. خب ولی دیده میشه پس سعی بکنید چنل های کسانی که میبینید با کیفیتن و نمیگم حالا هر روز بریم ویدیو هاشون ولی یه ساپورت کنین حالا میتونه سابسکرایب باشه میتونه لایک باشه چنل برم سابسکرایب کنین واقعا خدا چنل بچه رو تو دیسکریپشن بزنین از اونجا بیان اینجا اینجا برین اونجا خانوادگی سر کنین خب اگه بخواید دو نفر رو حذف کنی از تو یوتیوب یه بار همچین ویدیو قبلا یکی از دوستانم هم میگرفتم نتونستم اسم ببرم نمیدونم نه اگه نگم چی یاد احمد جاد بگم بگم اگه نگم چی میشه نه نگو نمیخوام دیدی اصلا سس تون بیاریم بهش بدیم بخور من نمیخوام <تصفح> نمیگی سس <سوسه> تون <تصفح> نه آقا من نمیخوام الکی بچه ما کسی خیلی ها هستن که اصلا نباید باشن ولی هستن یه زمانی پرانک درست میکرد این زواری خیلی بامزه بود ولی الان من توی یکی از ویدیوهام برگشتم گفتم از این که بخوای واسه یه نفر حاشیه درست بکنی و از اون پول در بیاری نفرت دارم فهمیدم میگی آره دقیقا با چون که مثلا دارم میگم ما مارال امروز میخوره زمین برمیداره ویدیو یه مارال میذاره دقیقا. اونجا میشینه دو ساعت در مورد صحبت میکنه آها بگم یکیو بگم یکیو ببین این پی چنل آنتی بلگر. غزال حال میکنه <applause> تو غزال اشتباه میکنی تو اصلا این کار درستی نیست آقا <تصفيق> <تصفيق> یا اگرم میخوای بذاری یا اگرم میخوای بذاری حداقل اجازه بگیر برو پیام بده به خدا که نمیگه نظر همه تازه میگن بذار باحاله ولی اینکه بدون اجازه برمیداری میذاری و شاید یارو بش بر بخوره ناراحت بشه یه چیزی بشه خیلی کار اشتباهیه دقیقاً این چیزی که من میخوام بگم مثلا رفتی به این سوال نداره ولی یه چنل من سر همین من انقدر اعصابم از کانسنت یوتیوب فارسی یه چنله یه مامانه بعد مثلاً یه خانوادن که مثلا بچه چنل داره مامانم یه چنل داره بعد این میشینه مثلا آلبوم عکس رو باز میکنه بعد مثلا دوربینو میگیره روی آلبوم عکس قیافه خودش هم معلوم نیست بعد اینجا میکنه اینو میبینی؟ زندگی منو سیاه کرد قیبت میکنه یعنی؟ قیبت میکنه بعد گریه میکنه امیرالی آجو قیبت من خیلی ببینی چقدر ویواش ویواش زیر صد کی نیست خب جنجالی داری میشه چهان نفر رو دیس و دیس بک و این دستان ها میشه <تصفح> به نظرت یه دختر چه زمانی از یه پسر خوشش میاد؟ چه زمانی از یه پسر خوشش میاد؟ واقعا آقا باشه مرد باشه. نمیدونم سرسنگین باشه <تصفح> جاش نباشه علی داری میگی <تصفح> کلا دیگه کلی حالا آه. اینو که دارم میگم 100 درصد اکثر دخترم همین جوریه توی آقا بودن مثلا یعنی چی مثلا سرسنگی باشی یه ذره مردونه باشی آقا باشی اینجوری اصلا به ظاهر ببینی مشخصه توی لباس میگی یا مثلا یه سری پسرا اینجوری لشلش اینجوری میان وسط مثلا, مثلا یه جمع بلند بلند حرف میزن ها ها, ها اینجوری خنده خب قطعا هیچکی از اون خوششون نمیاد پسرایی که مثلا زیاد شوخی میکنن یا مثلا میخوان گوله نمک باشن میگی ببین نمیدونم چجوری بگم خیلی واضحه مثلا واقعا مثلا تو علی آقا مثلا لطف شما خب نه جدی میگم مثلا مرد جلف من اطرافیانمون نیست که مثلا مثال بزنم دیدین 100 درصد دیگه توی سری جمع مثلا این سری پسر مثلا خودتون هم 100 درصد این که اصلا حال نمی‌کنه کنه میگه این پسر چه نشسته یه سری پسرا هستن که کلا خیلی جل فهمند میخوام مثلا بگم ما خیلی باحالی ما خیلی کولیم بعد مثلا میون توی جام بلند بلند حرف میزنن قهقه میخندن به نظر تو الان این یه چیزی هم بگم ببخشید پسری که این از لحاظ ظاهری بودا مهم. البته من اینطوری هم نمیدونم همه اینجوری یعنی واقعا دستش تو جیب خودش باشه من مثلا به عنوان یه پسر دختری که مستقل هستم خوشم میاد آره الان می داره داره خیلی بیشتر اینجوری شده آره فکر کنم این توی پسرام هم همینجوری آره. سر میکنه یه پسری که مثلا از باباش پول بگیره یا مثلا دارم میگم بگیره بخواب هیچ کاری نکنه خیلی پسر هست که از با مام باباش هر روز پول هنوز و هیچ کاری نمیکنه مثلا پول گرفتن اوکیه اما اینکه بشینی مثلا تو خونه هیچ کاری نکنی فقط هم ما باید پول بگیریم اون یه ذره تو مخه میدونی خیلی بده اینجوری در مورد پول گفتم گفتم که خب من پسر مثلا دوست دارم دختر مستقل باشه شما هم همینجوری دوست دارین که پسرش مستقل باشه یه کاری انجام بده حالا به نظر دخترها چقدر به یه پول وابستن حالا این که میگن مثلا یه سری از دخترها دور از حضور جمع آهم برستن دنبال پولن واقعا هستش اصلا مثلا میخوای یه درصد بگی چند درصد میگی درصد 90 درصد آره. 99, 99 درصد خیلی آخه میبینم واقعا من فکر اکثر دوستان همشون همینجوری باشن خیلی کم پیش میاد دختر اینجوری که از صفر بخواد مستقل باشه و نمیدونم خودش زحمت بکشه و بپذیره همه شرایطی همه جوانه بشه و بپذیره و اینا خیلی کم هست واقعیتش الان که خیلی بدتر شده یعنی تو میگی که 99.9% و ده درصد پول نباشه کسی دوست نمیشه اون که ببین صد درصد خب الان دور زمانیه که خب همه دنبال زندگی کردن راحت هستن دیگه ولی اگر این پول هم نباشه خب اون زندگی کردن سخته حالا هستن کسایی مثل خودت مثل غزال مثل کسایی دیگه که سختی میکشن ولی تم به هر چیزی نمیدن. نمیدن خب میگم یه درصد اینه خیلی کمه پس قدر اون چیزایی که اون دارینا... دختر چیزایی که نه دخترایی که هستن که اینجوری هم قدرش رو بدونین همچین چیزی قدر بدونین چون باقا. من دختر دارم میگم همچین چیزایی خیلی کم هست من تو دوستای خودم شاید دو سه تا مثلا داشته باشم که اینجوری مستقل باشم بقیه همه آه تو دیواره نه تو دیواره قراره فقط من بپرسم دیگه آه تقصیر تو اوه علی تو میخواد این سوال من بپرسم آه حالا تو من از یه سوال بپرسم بپرس کم وقت اومدین شما از ایران زدین بیرون من دیگه داره میره توی هفت سال دیگه هفت سال اینجا آره. تا رو پشیمون شدی که چرا اومدی کاش میموندی؟ ببین تا سه چار سال پیش خیلی همه چیز اوکی بود ولی این اواخر بیشتر یعنی اقتصاد ترکیه آره. افرادی که توش هستن شرایط آدماش عوض شده یعنی من نسبت به هفت سال پیش وقتی مقایسه میکنم آدم های ترکیه حتی افسورده تر شدن نمیدونم شاید آره شما آره. اینو خودتون الان شما چند وقت اینجایین یک سال شما شاید خودتون نسبت به یک سال گذشته با همون آدمایی که اطرافتون دارین میبینین یه صحبتی بکنین متوجه میشی که خیلی آدمای افسورده تری شدن خیلی. خیلی. چون دارن بیشتر کار میکنن بیشتر زمان میذارم میذارن برای اینکه پول در بیارن خرج بکنن زندگیشونو بچرخونن من سه چهار سال پیش واقعا با اینکه درآمدم خیلی کمتر بود خیلی قشنگتر داشتم زندگی میکردم چون درآمده به خرجه میخونده آره و از یه جایی به بعد الان هزینه ها به قدر زیاد شده خود شما الان دارین میبینین دیگه یه دونه آره مثلا آقا. ویدیو میخوایم برای یوتیوبتون بگیرین یه دونه خرج. مثلا خرید معمولی توی فروشگاه میرین میایم بیرون هزار لیر هزار دو هزار لیر خرجشه به خاطر همین من دیدگاه هم نسبت به ترکیه خیلی عوض شده مخصوصا قبل ویدیو داشتم و علی میگفتم انقدر اذیت شدم از طریق ها مثلا خود ساب کنم انقدر اذیت شدم که دارم رد میدم از دستشون به خاطر همین یه ذره پشیمون شدم ولی خب برگردم ایران چی کار بکنی وضعیت ایران همه همون میدونیم دیگه یعنی الان, الان توی این وضعیت که الان داری میگی خب مم. این وضعیت که تو داری میگی الان همه همون همین جوریم الان نیستی <تصح> واقعا کلان اوضاع اقتصادی همه جا خیلی برمیخته اگه الان شرایطشو داشتی که برگردی با اینکه میدونی مثلا اینجا همین جوریه مم. حالا معلوم هم نیست که کی اوکی بشه اگه شرایطشو داشتی که برگردی الان برمیگردی شرایط چی یعنی مثلا همیشه اوکی باشه اونجا برگردیم آره دیرم. چرا برنگردم ببین اولین چیز ب... توی هر زندگی به نظر من اولویت هر آدمی خانواده‌شه من اگه برگردم حالا یه درصدش وطنه از خدامه که برگردم پیش خانواده‌ام باشم پدرمو ببینم مادرمو ببینم خواهرامو ببینم این قشنگتر از اینه که حالا به این مم. فکر کنم که خب الان شرایطم مهیا مح... شد ولی اینجا چیزهای بهتری وجود داره کلاب‌های بهتری داره اشغال بهتری داره چی مثلا مم. من الان اونو ترجیح میدم یه مقداری شرایط بهتر باشه چرا نباشم تو کشور خودم من خونه رو ترجیح میدم در صد در صد همینطوره تو برگردی به گذشته به اون یه سال گذشته مهاجرت میکنی یا نمیکنی من آخه خیلی مجبوری اومدم چرا خیلی مجبوری اومدم دیگه نمیتونستم دیگه بمونم اگه میخواستم بمونم دیگه نمیتونستم کار کنم کلا اجازه هیچ کاری دیگه نداشتم میخوای تعریف کنی تعریف کن نه, که... همین دیگه اجازه فعالیت نداشتم نمیتونستم کار کنم به خاطر همین اومدم یا مثلا اینجوری نیستی که بگیم مثلا من اینجا دیگه عادت کردم خونه زندگی بودم دیگه نمیتونم با شرایط اون نه من من, من صفر من یا سیاهم یا سفیدم یا صفرم یا صدم یعنی اینجوری نیستم که بشینم وسطش فکر کنم که اوکی الان بیا تصمیم میگیرم یهو ول میکنم ول که جمع میکنم میفروشم ول کنم خب پول اینا بدبخت میشی ما بفروشیم بریم همین یه نورا ولی واقعا من هیچ وقت یادم نمیره اوایلی که اومده بودم اینجا یه شب خونم توی بشیکتاش بود یه استوری گذاشتم یه استوری خیلی ناراحت کننده واسه اصلا دلم گرفته یا هنگی قمگه این آره. این بدبخ بیچارا بعد بابای من اینو دیده بود دقیقا صبحش دیدم زنگ در خورد بابام باشه داره ای چه با اومده بود دل اونم تنگ شده اومده بود آخی. یعنی در این حد دلتنگی اون اوایل حالا این رفته رفته هی قوی تر نسبت به این دلتنگی و قربت عادت میکنی ولی اون اوایل واقعا سخت میگذشت و خیلی هم اون اوایل پول به چخ میدی اوه. چون همه چی تازه است مثلا میخوای آبجو بخوری میگی به به آبجو سه آره تا پنج تا بگیرم یه آره همه بخورن. چی تازه است همه چی به حال میده بعد میای میبینی پولا تموم شد دقیقاً همینطوره چرا سوال نمیشه خدا رو شکر اینا رو نوشتم اگه به اینا بود الان اینجا نشسته اینا شیم نوار خالی زد میکردیم به <تصفح> خدا تقصیر علی دم در به من گفتش که عادل گفته ایشالله تو یه برنامه دیگه سوالات شما رو میشنویم. <applause> ولی سال بعدی که میخوام ازت بپرسم زندگی با یه فینبردار بردار کارگردان اکاس چه شرایطی داره چه هایی داره چه هایی داره همش که خوبیه چالش میگیریم. آره دیگه خوبی که داره مثلا میدونی خب کار جفتمون یکیه شبیه همه دیگه یعنی اینجوری که مثلا علی بخواد ویدیو بگیره کمکش میکنم من بخوام ویدیو بگیرم کمکم میکنه پروژه اینم داشته باشه هم... کلا به هم دیگه کمک میکنه با تو الان بلدی کامل ادیتو آره همه, همه, همه چی بلدن. همه چی از علی یاد گرفتی خودت نه علی همه رو علی به یاد داد من دوره علی پکیج های علی, علی رو بریم بخریم علی بهم دوامن. چی یاد داد پریمیر یاد داد فتوشاپ داد یاد داد عکاس یاد داد ادیت همینا رو یاد داد بعد یه تایمی هم انقدر حال کرده بودم با ادیت گفتم علی مشتری بگیر من ادیت کنم خیلی باحاله، کلا خیلی دنیای باحالیه عکاسی و فیلم کلا من حال میکنم با این الان مثلا ولی بعدیش 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 خیلی نظرات مثلا اصلا متفاوته و بعضی وقتا سر ویدیو ها که بحثمون میشه میگم این نور رو اینجا بذار میگه نه اینجا میذارم میگم رنگ این رو عوض کن میگه نه این خوبه این بحث ها هست دیگه از بیرون بخوای نها کنی به قضیه چه سختی داره مثلا علی رفته سر یه پروژه یا مثلا یه خانمی لغ شده همچین چیزی نیست آخه همچین چیزی نبوده تو فکر نکرده بودم راستش چه سوالایی قار... داری میپرسی الان داریم مغز من رو به کار میندازی الان <تصفح> نه کارشه خب داره... نه آخه بگی چیزی بگم همیشه میرم باش همه جا خب نه <تصفح> خب نمیذارم بری نه منظورم اینه که تو اون لحظه چه وایبی میگیری <تصفح> <تصفح> <مسور> من حالا چیزی نداره بعضیا اوکی ام با این قضیه مثل یه رپر که مثلا بغل شارد دختر مثلا دارن شیک میزن یا هر کاری دیگه انجام میدن نه اوکی ام بابا اصلا باش کاری باش کاری نداری علی جان آزادی من <applause> <applause> از اولم باش کاری نداشم یعنی اینجوری نبودم بگم از اول یه ذری گیر بودم از اول اوکی بودم باش اخلاق بعد علیو بگو یه اخلاق, بعد اخلاق بعد علی یه اخلاق بعدش علی توی کارش خیلی کم اعتماد به نفسه ولی برای نگه چرا اینا رو نفسی مثلا اینجوریه که میشینه یه ویدیو میگیره بعد میشه ادیت میکنه مثلا یه ویدیو خیلی خفه یعنی میبینم میگم پرام دمت کرن. مثلا چقدر خفن بعد کنه واقعا میگی احساس میکنم خیلی این افتضاح خیلی بده حالا اینو بگم داستانش داستان اینه که من خودم هم اینجوریم من یعنی هم حتی اینجوری وقتی یه ادیت ایدیت میکنه ریتاش میکنه میشینه پاش میگه که خب <laughs> میدونی چی نگام به قضیه داستان اینه که تو وقتی یه زمان طولانی و واسه یه چیزی میذاری ادیتش میکنی چون مثل مثالش اینجوری بزنم یه قضا داری درست میکنی دیدی وقتی قضا درست میکنی بعدش دیگه میلت نمیکشه بخوری آره. اینم هم دقیقا همونه درست میکنی میسازیش بعد میگی که چشمت خسته شده بعد میگی که این چه آشغالیه زدم بعد دو روز که تازه نگاه میکنی متوجه میشی که حالا یا باگی اگه داره رفش میکنی یا میگی که پشمام چیز خفنی زدم این از اعتماد به نفس نیست اون خستگی ذهنیه شاید ولی برای خود خلان... منم خیلی پیش اومده پس هستین کلا علی چه داشتم اینجا <تص> کارت کارت کن ایوان برات فرست <applause> یکی از بعدیاش که بعدی که نمیشه گفت چیزی که تو مخ خودم خیلی میره این موضوع بود بقیه چیزا که بحث عادی پیش میاد یه توی رابطه ای که چند بار دعوا میکنی؟, میکنی؟ در هفته چند بار دعوا میکنی؟, میکنی؟ در هفت روز هفت روز آخه ما ببینیم بحث های کچی کچی رو نگاه میکردم توش بهت میگه عجب حیوان ببین ما میتونم بهت بگم 99.9 درصد دعوامون سر ویدیو هاست میگم دیگه اختلاف نظر زیاده بعد مثلا این مثلا یه حرفی میزنه میگم چرا توی ویدیو فلان حرف و زدی بعد بابا ول مگه چی گفتم میاد ببین کلا سر ویدیو فقط بحثمون میشه بعد یه سختی که داره وقتی دو تا هنرمند یا آرتیست با هم دیگه در کنار همند خیلی اختلاف پیش میاد خیلی خیلی زیاده این خیلی زیاد به مثلا میخوام ریلز بگیرم به مثلا میشم موزیکو پیدا میکنم بعدش هم فکر میکنم میگم علی این کارو کنیم کارو کنیم کارو کنیم میگه نه این کارو کنیم این کارو کنیم این کارو کنیم میگم ویدیو منه میگه پس من نمیگیرم بعد این کارو کنی کلا این اختلاف نظر خیلی هست اختلاف نظر سنگین همیشه بین آرتیست وجود داره دقیقاً عادیه توی زندگیت چه چیزی بیشتر باعث میشه که استرس بگیری پول یوتیوب نیاد چه چیزی باعث میشه استرس, استرس استرس پول نکشیدم خب تن استرس آخه من همیشه مامانم بهم میگفت اه... مثلا وقتی که پول کمی می آوردیم یا مثلا یه پولی نیاز داشتیم خیلی ناراحت میشدم شدم مثلا به مامانم میگفتم گفتم مثلا بهم به میگفت برو خدا رو شکر مشکلت پوله مشکل چیز دیگه اینی نیست سلامتی نیست فلان نیست سر هم دیگه کلا استرس پول از ذهنم کردم بیرون استرس هم بخوای سلامتیه الان در حال حاضر چرا نمیتونم سم میگم خب آدم هر مشکلی که تو زندگیش پیش بیاد به حال مشکل هست دیگه همه چی حل شدنیه خب من بعضی وقتام این استرس اوکی ها ولی من این حسو از حرفت گرفتم که اگر خیلی به اون چیز فکر بکنی یعنی تو همش داری به اون بیماری یا سلامتی فکر میکنی آره دیگه اگه خیلی, خیلی فکر بکنی خیلی بیشتر سرت میاد میدونم اینو ولی نمیدونم چرا نقدر... واقعا نمیدونم چرا ذهنم درگیرشه درگیری بیماری خاصی یا نه مثلا میگم نکنه یه وقت فلان بشه نکنه مثلا همش اینجوری هم که مثلا غذای سالم بخورم نکنه یه وقت مثلا یه وقت سالم نمیخون اون میسوزونه تو میخوری اون میریسی آره. بزنج. یه وقت استرس هم عوض میشه مخیانه ولی استرس پول رو هیچ وقت ندارم همشه علی استرس پول داره بچه بودی چه استرسی داشتی؟ این سال بچه بودم راستش بخوای چه استرسی نداشتم واقعا میگم اقا. اصلا استرس نداشتم کلا انقدر آدم بی استرسی بودم مثلا علی یه تایمای حالا جدیدا اوکی تر شدم اون قبلا نه علی مثلا من میگفت چه اینجوری تو اصلا به چی فکر نمی‌کنی بی, بی آره ولی خیلی خوب بود اون تایم واقعا هر مشکلی بود حل میشد یعنی تو فکر کن مثلا هر اتفاقی که بیفته حل میشه هیچ چی نیست که حل نشه ولی خب ذهن آدم درگیر میشه دیگه من هیچ وقت فکر نمیکردم هیچ وقت استرس نداشتم تنها استرسی که الان دارم همینه زیاد بهش فکر نکن این چون که بار منفی خیلی زیادی داره برد. به نظر من من خودم خیلی وقتا مثلا مامانم بهم میگه برو چکاپ بده فالا میگم ولش آره؟ کن مامانم میگه مثلا میگم می ولش کن چون که هر دفعه من امکان نداشته پامو بذارم توی بیمارستان بیام بیرون یه مریضی به مریضی هم اضافه میشه واقعا میگی نمیدونم آخی... الان فردا میره چیکو فردا باشم برم بخورم نه به بر... خاطر اینکه تا زمانی که نمیدونی مریضی خب راحتتر با همه چیز کنار میای وقتی که میدونی مریضی مریض سر میشی آره دقیقا. وقتی میدونی مریضی هی بیشتر به خود میگی چجوری خوبش کنم چی بخورم چی کار کنم هی بدتر و بدترش میکنی از اون فاصله بگیر بندازش دور هر چقدر بیشتر بهش فکر کنی اذیتت میکنه یه استرس دیگه هم دارم. استرس البته همه داریم دیگه از دست دادن مثلا عزیزا اینو این خیلی سنگینه <تصفح> خیلی واقعا ببین مخصوصا ماهایی که مهاجرت کردیم من یه قسمتی با مرتضی داشتم یکی از دوستام همینجا پادکست ضبط می‌کردم اونم هم همینو میگفت میگفت هر دفعه ساعت بعد تایمی مثلا شبی چیزی یه مسیجی میاد یا یه زنگی میخوره همش استرس میگم که خدایی نکرده مثلا واسه پدر مادر خواهر دوست میدونی اتفاق نمیاد بعد هیچ کاری از دستت بر نمیاد میدونی مثلا بلنشی بری یه داستانه نری یه داستانه دقیقا. بعد اصلا خیلی چیز بدیه یعنی اونایی که مهاجرت میکنن واقعا یه تیکه از قلبشون قشنگ کندن گذاشتن یه گوشه هر کی مثلا میاد برام کامنت میذاره تو که رفتی راحتی آره دیگه با ما چی کار داری ولی من کن با تو داره بهت خوش میگذره اشغال داری میکنی اونجا پول زیاد پارو میکنی این حرفا رو خیلی میزنه منی که تازه یوتیوب هم چی نیست یعنی میاد اینا رو برام مینویسن واقعا ما یه تیکه از قلبمونو روحمونو روحمون رو گذاشتیم و اونجا برگشتیم کلا همیشه وقتی چیزی از دست میدن قدرش بیشتر وقتی جالو چشته حالا آره من این سوال از شما بپرسم خواهم دفا. سوالی که من پرسیدی از شما بپرسم پسرا از چه تایپ دخترای خوششون میاد پسرا از چه تایپ دخترای خوششون میاد من که یکشو گفتم یه تقریبا مستقل باشه من این که یه دختر مثلا دارم میگم هی hey, ویلون و سیلون بچرخه فقط آره. دنبال این باشه برم کلابی بگردم سر برم اینجا یه کوکتیلی بزنم و این چیز اصلا خوشم نمیاد چون تایپ من نیست اصلا اصلا هیچ وقت فکر نکردم و همون متین بودنه و دختری که حالا تقریبا نچرال باشه میدونی ببین یه سری جاها پلنگ نباشه بقید. آره پلنگ نباشه کلمه اصلیشو دیگه پلنگ نباشه ببین من نمیگم کسی مثلا دماغش عمل نکنه بعضی وقتا یه مشکله که کمک میکنه به زیبایی میدونی چی میگم آره. ولی این که دی... خیلی زیاد دیگه آره. ولی مثلا دیدیم الان فکه دیگه شده آره. مثلث چرا؟ زوزن اقه میشه قشنگ سوال آره واقعا نت... نمیتونم خب من نمیتونم چون که اون چیزی که میبینی با بچه که در آینده میخواد تحبیل بده زمین آره. تاسمون فرق میکنه یعنی فیکی قشنگ کیکی واقعی هم هیچی آخه میدونی چه این عمله زیبایی هم کلن معتاد میگه معتاد اعتیاد داره آره وقتی آره. بزنی دیگه رفتی تو چه پسر چه دختر فرقی نمیکنه آخه یه سری مثلا ویدیو من دیدم تو اینستاگرام این آنتی بلاگرام زیاد میذارم مثلا آره. یه لو انقدر مثلا چشا انقدر شده ابرو انقدر لپا انقدر خب اون متوجه مثلا جلو آینه میره متوجه نمیشه که زشت شده نه دیگه تازه فهم کنه چیزی دیگه هم کم داره دوباره فکر کنه چی بزنه. اون عقل نداره به نظر من شیشی کن وا یا اول فر تو از اون سوالای چالشی میپرسی و من این سال رو تا پرسم من دارم اینجا چیز قش میکنم اینجوری تای تایتانیک دیده بودین اسمش شده بودین مثلا بسواثی. دارم نه وسواس نیستم اصلا وسواس نیستم یعنی اگه وسواس بودم تا الان خودکشی کردم اینجا خودم گفتم ولی ولی نه ولی <PPE> تو وسواسی آقا جان چیو داری قانه میکنی من فهمیدم اصلا تو خیلی وسواسی نه من واقعا وسواس نیستم حالا شاید از دور کسی ببینه بگه وسواس اگه من وسواس بودم آخه مثلا تو عادیه آخه منم همین جوری هم دیگه مثلا تو اینجوری شبا میخوای بخوابی باید خونه تمیز باشه باید بخوابی نه مثلا اونجوری نیستم باید همیشه تمیز باشه ولی باید جمع بکنم وسیله رو یعنی مثلا اینجا بشخاب بمونه کلافه میشم خب دیگه واسه تو عادیه ولی این حالت طبیعی نیست خب دیگه این وسواسیه منم این دقیقا یکی از با علی سر همین موضوع مثلا من میگم اینو که میخوری این لیوان آب توه اینو بذار تو سیک ظرفشویی من مثلا سر دوربینم اینا همین جوریه هم. من دوربینای منو بیای ببینی با اینکه مثلا سه چهار ساله داره کار میکنه این دوربینا یه خط و روش نیست بعد هر شوتینگ باید تمیز بشن همشون اینجوری برن توی کیسشون یه سوال دیگه هم بپرسم بگو. خب اینجا قطعا هم با آرتیست ترک کار کردی هم ایرانی مهم. که هست با ترک هم کار کردی مهم. برای من خیلی سواله بدونم مثلا چجوری شخصیتاشون کلن؟ چه فرقی دارن با ایرانیا کار کردن باشون چجوری راحت سخته ببین کلن ببین آرتیساشون متفاوتن یعنی اون شخصیت خاکی بودنه که میخوایم آره بگیم باز متفاوته ولی آرتیست های ترک خاکی ترن واقعا؟ آره. یعنی من مثلا با سفو کار کردیم با چاکار کار کردیم با همه اینا که کار می کردیم خیلی آدم هایی که کولم بیا بشین ما مثلا غذا بخوریم اینجوری هن. یعنی مثلا ایرانیه باشه که الان بخوام اسم بیارم. می می <تصحب> خیلی قیافه میگیرن، نه رو میدونم. خیلی قیافه میگیرن. خیلی خوب معروف. خیلی قیافه میگم ببین آخه درآمدی که سفو داره رو مثلا دارم بخوام بگم سفو آدمیه که برای کنسرتش کم کم یک میلیون لیر پول میگیره خب رقمای اینجوری میگیرن اینا میام مثلا 10 تا همین می میخونم میرم انقدرم قیافه نمیگیرن ولی ایرانی ها بعضی وقتا یه جوری قیافه میگیرن من خاکی ترین واقعا دارم اینو خاکی ترین آدمی که دیدم توی کسای خودمون یعنی خودمون رانی. یکی سپه خلسه است آره واقعا خیلی یکی خاک. هم پوبونه. من با پوریا خیلی حال کردم خیلی خاکی بود و اصلا کار کردن باش خیلی حال داد چه جاله اصلا فکر نمی کردم ترکا خیلی خاکی باشن نه ترکا بابا مثلا من یلد سیلوه یلد سیلوه مثلا رفته بودیم واسه باش کار کنیم میگفت بیایم بشیم ما مشروب بخوریم واقعا ما بشین ما مشروب چه جالب. بخوریم جاله. اصلا من فکر میکردم خیلی مثلا اینجوری که خیلی نجات پرستن آه، اما هم خیلی خاکی الان دیسمون نکنی الان اسم میگین که اون وصل فلان نه من کاری ندارم ولی آدم خاکیه یه سریاشون تو قیافت نمیدونم حالا برنامه پادکست من دیدی نهیدی و انتهاش همیشه از یه نفر یه سه میپرسم آره دیدم همیشه از مهمونام یه سوال میپرسم اونم این که رولت تو این زندگی چیه برنامه اسمش رول نقشت تو این زندگی چیه حالا هر کسی متفاوته یکی میاد میگه من نقشم کمک کردم به یه نفر یکی میگه من میخوام پسر خوبی باشم تو نقشت چیه من بگم همسر خوبی باید. خیلی بلند پروازم یعنی خیلی ام. فکرهای بلند پروازی زیاد میکنم من نقشم توی این دنیا یه استار. خیلی خوبه که اصلا اینکه رویا پردازی بکنی و صد در صد اگه این رویا رو باورش بکنی میتونی به هر ما مامانم میگه به جت شخصی فکر کن که دو لول ازش بیای پایین تر چرا دو سوار شد یه یک دو لول بیادش پایین ولی کلا خیلی بلند پروازی میکنم حالا نمیدونم خوبه یا بده ولی این همیشه تو ذهنمه دیگه یعنی بلند پروازی جزئی از رولاته آره خیلی زیاد سوالی حرفی حدیثی چیزی رولت چیه؟ من رولم رو خیلی تو برنامه گفتم یعنی هر قسمت اینم هر هر کی میپرسم از من میپرسه رول چیه این اینو از من خیلی سوال میپرسن داستان اینه که من دوست دارم چیزایی که بلدم رو انتقال بدم حالا این میتونه کارگردانی باشه عکاسی باشه ویدیو باشه و چیز ش... بابی که همه میخوان بگن فرزند خوبی باشم افتخار آفری کنم واسه خونه بادم. این چیزی که همه میگن ولی دوست دارم این چیزهایی که بلدم رو تا اونجایی که میتونم انتقال بدم به بقیه یاد بدی آره دیگه دوست دارم آره یاد بدم سوپر بودن رو بهش فکر نکردم این شاید میتونه هدف باشه که جورایی هدفی دل... داشتی مثلا بهش خیلی وابسته باشی نرسیده باشی یا اصلا این کلا یه هدف خیلی بزرگ دارم که این کلا همیشه تو ذهنم هر لحظه که برم رو فرش قرمز حالا شاید الان فام باشه ولی واقعا خیلی بهش فکر میکنم می نویسی؟ هر کاری بگی کردم کلا هر کاری دارم الان میکنم فقط به خاطر اون همه هدف هم هدف ها یا مثلا چی میگن؟ یه چکلیسی داری برای خودت؟ آره صد درصد همه دارن یه دونه اصالتا کجایی بودی؟ جنوبی جنوبی آره پس تب کنم سوال دیگه از تو دارم یا اول فهست خب این دیگه از تو همین الان چی میخوای از بکنم این الان خدا مثلا به تو یه میگه که حالا هر چی میخوای من به تو میدم ولی یه دونه چی میخوای الان پول که اوکی اونو بذار کنار پولو که اولی چیز خیلی خیلی ولی نه الان واقعا چیزی که مثلا حالو میکنیم بجز پول چه میدونم مثلا چنل خیلی ساب بالا یا مثلا یه پروژه خیلی خفن یا دوست داری با یه آرتیست خیلی خفن کار کنی ببین... چی الان چی میخوای حالا اه... اصلا کاری ندارم پول و ماشین خونه اینا چیزایی که همه میتونم بگم ولی من همیشه توی ویدیو هم گفتم اولویتم فیلم ساختن واقعا آره. فیلم کوتاه بعدش فیلم یعنی چیزی که ایوان. دوست دارم اینه که بتونم یه فیلم کوتاه بسازم اگر که شد قسمت شد چرا نشد تا بعدش هم فیلم کی بسازیم بسازیم هر وقت بگین همه چی داریم دوربین به اندازه کافی هست واقعا هست کالر هم میزنیم از رو پکیج ها لوتار رو برداریم میندازیم دیدی <تصح> نه ولی ایوان. چیزی که دوست دارم واقعا فیلم ساختنه چیزی که میتونم بخوام خیلی خوبه واقعا که بکنین کارو هر چه زودتر الان تلاشی که دارم میکنم یعنی همینه یعنی از نظر ذهنی کلا از طریق یوتیوب و اینا میخوام بگه استقلال مالی روحی و جسمی برسم برس. که راحت بتونم آره، بتونی فکر, کنی فکر کنم چون که زمانی که خودت هم میدونید یه ذهنت آشفته است حتی نمیتونی کارهای روزمره رو انجام بدی این کارا رو باید چجوری بکنم اون رو چجوری بکنم این اجاره خونه این فلان این نه. فلان به خاطر این بفهم. تا زمانی که این ذهنیت آروم نشه هیچ وقت نمیتونم اون کوالیتی که میخوام برای کارام بذارم که بسازی واقعا بود یه سوال دیگه هم دارم ازت از داره زیاد میشه تا <تص> حالا کاری تو گذشته که خیلی ازش پشیمون باشی یعنی الان مثلا حسرتش رو بخوری بگی چرا مثلا اون کار کردم یا نکردم که مثلا خیلی تاثیر داشته باشه خیلی تاثیر داشته بیت کوین ها گم کردم نه بابا نزدیک چهار پنج تا که اون موقع که مثلا 60 هزار دلار بود خب خودش میشد نزدیک 300 400 هزار دلار دیگه بهش الان تو خونه و نش... <تصفح> الان تو پنتت نشسته بودیم بیت کوین گم گفتم ببین واو. من یه زمانی خیلی علاقه داشتم به این داستانا یعنی اون زمانی که خیلی با کامپیوتر ور میرفتم بانکی به نام گلد بانک بود میتونستی پولاتو بذاری اونجا من حتی حساب بانکی گل بانک هم هک کردم ازش تو پوش پول برداشتم بیت کوین گم کردم آخه یه جایی به بعد به این نشی رسیدم که مثلا اون موقع گفتم که اینا دیگه پول نمیشه بیت کوین یه دلار کی قرار مثلا میشه دو دلار اون موقع این ذهنه آره دیگه چون دیگه مجبور شدم برم سمت سراغ درس و دانشگاه و فلان و فیلان دیگه زدم پس که لهم دیدیم شده 60 هزار دلار 70 هزار دلار ای وای چه... این اون قضیه یارو که رفتش بیت کوین ها باش پیتزا خرید دیگه وای چه زده حالی خداییش یکی از اشتباه ها باشه خیلی اشتباه کرد. Ja, یکی دیگه هم بخوام بگم من خیلی فوتبال رو دوست داشتم و فوتبال بازی میکردم من تو تیم ملی نونه حالا بازی کردم بعدش رفتم توی جوانان استقلال بازی میکردم با اینکه پرسپولیسی اوه استقلالی ها با... همه زیر کامل بنویسید استقلال آقا من استقلالی هم. اوه،, اوه فایت <تص> اون موقعی که خدا بیامرز علی انصاریان توی استقلال بود نیکبخ وایدی بود اون موقع نیکبخ بیم دبلیو داشتش می اومد میگفتیم آه چه ماشینی داره این اون موقع اونجا بازی میکردیم ولی به خاطر تحصیلات باز ول کردم دیگه تو تحصیلات چیه من تو دانشگاه چی خوندم انرژی هستی خوندم انرژی هستی حق مسلمه ماست ولی دیگه الان دارم این کار دیگه انجام میدم کلا درس که هیچ رفتی به شغل آیندت نداره برگردی عقب درس میخونی یا نمیخونی آخه من کلا د... اون تایمی که خیلی درس میخوندم هدف این بود که برم هوا فضا بخونم و خلبان شم دوست داشتم واقعا خلبان شم که از شغلای فیوریت هم این بود بعد نتونستم یعنی نشد دیگه اصلا تو ایران که خلبان زن اصلا نداشتیم اون موقع <applause> بعد دیگه دانشگاه من تو علوم تحقیقات انرژی هستی قبول شدم تو قزوین هوا فضا قبول شدم سر و سری که دیگه گفتم ولش کن بابا کی تا قزوین میخواد بره کی تا قزوین بره همینو میخوام دو سالم خوندم ول کردم اومدم اینجا خدا رو شکر پشیمونم نیستم خدا رو شکر این یوتیوب میدونی چیکارا میکنه یوتیوب واقعا من خیلی خوب یه سوالی هم اگه این شغل رو نداشتی خب چه شغل دیگه داشتی شغل دوم من خیلی سال بالی بود من اگه این شغل رو انتخاب نمیکردم احتمالا تا الان پزشک شده بودم جدی میگی آره. درستت من... خوب بود من خیلی درسم خوب بود من پزشکی قبولم شدم نرفتم تو چقدر باخت داری یا در بیت کوین ها بیت گم کردی پزشکی قبول آره. شدی پیزشی قبول شدم نرفتم چون که دوست داشتم این کار رو انجام بدم اون موقع بابام چاپخونه زده بود بعد علاقه به کار گرافیک و این چیزا دوست داشتم تو این کارا باشم دیگه گفتم ولش کن بعد تو دانشگاه گرافیک هم که رفتم خیلی خوب درس خوندم من با معدل خیلی بالایی هم قبول شدم دانشگاه رو حتی دیگه دانشگاه تهران مرکز گفت شاقا نمیخواد تو امتحان بدی بیا برو فوق لیسانس رو بخون دیگه گفتم خداحافظ میرم سربازی و بعدش اومدم اینجا در خدمتتون هستم سربازی رفتی آره 21 ما خدمت مردانه و شرافت مندانه کردم دمت گرم بابا آره سربازی هم رفتم بد نمیخورد ولی درس خون باشی درس خون من آره درس خونم بس واسی درس خونی <تصفح> فوتبالیست بودی بیت کوینات هم کردی چقدر باختای بد دادم واقعا چقدر باختای بد دادم دمت کم خیلی حال داد آره واقعا خیلی باحال بوده این سالی ازم پرسید بد ذهنم رو درگیر کردی <تصفح> <تصفح> و الان تا شب بشینم بهشون فکر کنم خوبه که حالا تاثیر باحالی گذاشته باشه یه شاخه تو مغزم باز شد چند شاخه شد مثلا یه شاخه بچه تو هر قسمت یه بلایی داره سر من میاد یا اینجا آتیش میگیره الان هم این تایتانیک نمیدونم چرا این صندلی پنج شکست. ساله تو این خونه است بعد امروز باید اینجا میشکستش الان اینجوری نشستم جلوتون <applause> امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشین اگه کج و کلم حرفی سخنی چیزی داری با بینندگان دوربین یک دو سه بزن همین دیگه بچه ها کلن... مستقل باشید رو پای خودتون وایسید اولش سخته هر کاری اولش سخته ولی خب بعدا دیگه نتیجهش رو میبینید و حال میکنید اون موقع است که خودتون افتخار میکنید بچه ها لایک و کامنت ساب پراموش نشه لایک و بکوبید کامنت بذارید واقعا حمایت کنید بچه ها عادل خیلی زحمت میکشه واقعا ویدیوهاش هم خیلی با کیفیته یعنی حقش نیست این ویو ها واقعا که هممون همون کنیم چنل مارال و علی هم این دیسکریپشن میزنم برین ساب کنین, کنین, لایک کنین کامنت کنین همه به همدیگه کمک کنیم کانتنت باحال دیده بشه حالا کاری ندارم همه جور کانتنتی توی یوتیوب پیدا میشه زرد غیر زرد نارنجی سبز آبی این زردو خراب کرد همه که اومد کلا به هم رید. آره ولی سعی کنیم به همدیگه کمک کنین که دیده بشن بچه‌هایی که دارن تلاش میکنن و زحمت میکشن دمتون گرم پس بریم که یه ویدیو دیگه داشته باشیم علی آقا پشت منتظره قسمت بعدی رو علی آقا میبینیم دیگه فعلا خدافظ دمتون گرم خدافظ یه صحبت کنیم اوکیه یک دو سلام من مارال هستم خیلی <تصفح> <تصفح> خوش اومدم من هم دیگه من همه چیم روه من هیچی واسه دست دادن ندارم حالی شد من اینا. جستانی شد دیدی؟ اینا قشن بیا کجا رو نگاه کنم سه تا دوربین اینجاست نمیدونم اینجا رو تو من رو نگاه کن. بعضی وقت خواستی اگه <تص> سلام <nihil> علیکنی <flowers> اون <تصوص> دوروینه <تص رو باش دیگه